مرا به سمت مهربانیت ببر. نگار جون، بالاخره منم دارم میرم. بعد 10 روز اتفاقی تو خیابون پیداش کردم. محاله بذارم دوباره از دستم در بره. آره، الان تو محضریم، میخوایم عقد کنیم. یه چند روز دیگه منم اونور دنیا. ببخشید دیگه خیلی هول هولکی شد، وگرنه یه مهمونی بزرگ میگرفتیم، همه تون دعوت میکردیم. قربونت برم، بای. آقا داماد شناسنامه شو بیاره. شناسنامه آقا؟ بله جانم. چش. با نام و یاد خداوند آغاز میکنیم که نام و یادش آرام بخش دلهای ما. سلام به همه شما مهمونه خوب خدا. آقا من شناسنامه همراهم نیست، این کارت شناسایی. آقا مگه اینجا بانکه؟ فقط شناسنامه. حاج آقا چه فرق میکنه؟ قضیه رسیدن دوتا جوان به همدیگه است. حالا چه با شناسنامه چه بدون شناسنامه. آقا از قدم نمیشه. سیاوش دوباره داری بازی در میاری. آره حاج آقا، شما اصلا این خطبه عقدو بخونید. این کارت من اینجا گرو، خودم قول میدم اول وقت فردا صبح شناسنامه بردارم بیاد. آقا من وقت ندارم با شما چک و چونه بزنم. تا حالا دیدی کسی اینجوری زن بگیره؟ والله حاج آقا ما که اولین بارمون رو می‌خوایم این کارو بکنیم، ولی خب میگن ندید نخوردیم گندم. چرا چرت و پرت میگی سیاوش؟ بریم ازت شکایت کنم، اونجا دیگه شناسنامه نمیخواد. گوری جان تو چرا انقدر عصبی هستی؟ آخه من از کجا میدونستم که باید با تو انقدر سریع ازدواج بکنم که شناسنامه همراهم باشه؟ شناسنامه دست یکی از رفیقامه. سویچ ماشینو بده من برم بردارم بیا. بعضی آدما دلشون در میام. دنبال بهونه واسه پر دادن دلشون نمیگم. مرسی. دل اونا همیشه در حال پروازه. بالاخره گل گون خوردی. بری چراغ به این گندگی رو ندیدی؟ میگم یه هایی شما از کجا پیداتون شد؟ مدارک تو بیاد. چرا سوانگی امروز بی خیال ما شو؟ چون خانومم داره میزا، من الان تو هول و هیجانم، نذار بچه هم بی پدر بشه. مدارک جناب سروان، مدارک تو اون ماشین جلوی است، تو کیف خانومه. اگر اجازه بدید برم از تو کیف خانومم بیارم. چرا اینجوری میگم میکنی؟ باورتون نمیشه. این سویچ هم بگیرید، سویچ این ماشین دیگه بگیرید دستتون باشه. الان من میارم براتون که باورتون بشه. با اجازه. برو بریم. دو روز نیست که از کانادا برگشتم اومدم، همینجوری دارم پشت سر هم بعد میارم. اومدم این ماشینه رو قلامه کنم، گفتم برم باش یه دوری بزنم اینم رکاب داره، خوش رکاب هست یا نه، که این بلا سرم اومد. چه بلایی سرش در اومده؟ ای بابا، اون خطت انقدر زنگ خوردش مینا جان، من فروختمش، یه خط دیگه برات خریدم که الان خونه است. سیبش نکنه داری تو سر من شیره میمالی.
ببین دعا کن فقط بی پدر نشم. الان یه خبری به من دادن، گفتن که بابات حالش بد شده، زودی باید بیای بالا سرش. منم ماشین تو ببین دو تا چهار بالاتر گذاشتم پشت همون چراغ قرمز، سویچشم دادم دست اون جناب سروان. برو اونجا بگی آره میبینمت. میگم من یه چک دارم، حوصله بانک رفتن و بانک بازی و این دور چیزا رو ندارم که برم خوردش کنم. داری یه 50 تومان به من بدی تو تا آخر هفته که با موبایلت یه دفعه دوتاشو با همدیگه بیارم بهت بدم. خب چرا اونجوری نگاه میکنی؟ خیلی خوب، حالا چرا قهر میکنی؟ بیا فقط تا آخر هفته باید بهم برگردونی ها. دستت درد نکنم، قربونت برم. میگم اون عینکت هم به من میدی بزنم ببینم؟ تو این تازه خریدی عینک رو نه؟ بده شام ببینم. من میگم به میاد نه؟ اونو دیگه کجا میبری؟ اون که زنونه. خب این عینکه که با من باشه یادم میمونه که آخر هفته با تو قرار دارم، حتما سر قرار میام. بر حامد جان گل. چطوری گلم؟ میگم تو مرا معرفت این حامد خان رفیق ما نبود که وقتی بهش سلام میکنی جواب سلام کسی رو نده. تو معرفت شما هم نبود که پول رفیق و کارچاکان رو تو آپلی کنی بری. مرد حسابی فکر میکنه اینجا رو من با آب دهن میچرخونم یا نه سند اینجا رو با ما پشت قوالم انداخته. تو اگه بدونی تو این مدت من چقدر بدبختی کشیدم. یه بار اومدم تو زندگیم عینه هو آدم برم سر کار کار کنم، نشد که نشد. اون یه ذره پولی هم که داشتم هاپولی کردن و بردن. یه وقت فکر نکنی پول تو نیستا، نه من پول خور نیستم. پول هر کی رو بخوریم پول حامده که نمیخوریم که. بیا اینم پول شما، اینم خدمت شما. یه وقت من فکر نکنی که من واسه پول هی مرتب بهت زنگ میزدم و نه بچه ها کارت داشتن. یه چند تا سفارش رد کردم، یه چند تاش هم تو آب نمک خوابوندم، همه‌ش هم مثل همیشه کارت پایین خدمته. حامد به دادم برس، دستبالم خیلی خالیه، یه خورده هوامو داشته باش. من نمیدونم تو این دستبال خالیه جواب ننمو چی بدم. فقط هواتو دارم، عروسی سیما و سیامکه، یه خواننده پاپ ازم خواستم، میتونی بری؟ چرا نمیتونم برم؟ تو هر جا منو بفرستی میرم الا کال خلاف. تو که میدونی خلاف اصلا نه تو مراممونه نه تو خونمون. اونه که میدونم، آدرسشو مینویسم سر وقت بهت بری. یا که برای تو زنده ربم از هر خونه به خونه، ننه من خودش میدونه که برای تو زنده ام یا ننه جونه. یا الله یا الله، کدوم گوری بودی تا حالا؟ نگفتی این ننه پیر من مریضه؟ ول کردی رفتی؟ خب ننه خودت گفتی برو دنبال یه کار درست حسابی، خب منم رفتم دیگه. اون از اون بابای خدا بیامرزه که سالی به 12 ماه زندان بود، نه خونه راحتی نه پولی. تو هم یه الف بچه بودی، دستتو میگرفت میورد واسهش گاف صندوق باز کنی، آشار فرانسهش بودی دیگه. اینقدر آرزو داشتم از اینجا تا اینجای دستم علنگو بود، جلو همسایه‌های جیرینگ جیرینگ صدا میکرد. خب بعدش؟ با هزار جون کندن بزرگت کردم، گذاشتم دانشگاه. راستی ذلیل مرده، نگفتی چه گندی بالا آوردی که از دانشگاه اخراجت کردم. به من چه ربطی داره؟ مگه من مشکل داشتم؟ اونا هزار تا مشکل داشتن انداختن گردن من. اونا مشکل داشتن تو رو اخراج کردن؟ اینقدر حرف بی خود نزن. این شیرنی ها چیه؟
مزه این نامیده. 100 دفعه بهت گفتم چیز خوب بخر، باز رفتی پولتو ریختی دور. 100 دفعه گفتم اینقدر شیرینی نخور، این قندت میره بالا ها. دلم تو این خونه پوسید. ننه خدا بیامرزم گفت تا جوانی برو شوهر کن، به خاطر تو نرفتم. آها حالا فهمیدم مشکلت چیه. قلبم. انقدر هرس نخو، برای قلبت خوب نیست. قلبم پدرم در اومد. این پسر اسمش چه دوست؟ سهراب. 100 دفعه اومده پیت، مثل که برات کار پیدا کرده. اونو ولش کن، دیگه فرصت بهت نمیدم. چقدر واسه چه نقاز برم بیام؟ به من ربط نداره، نمیدم. 10 دقیقه وقت نمیدم. این کیه داره البته میکشه؟ صابخونه. 10 دقیقه وقت نمیدم. جمعش کن برو بینیم بابا. بابا من میدونم، من کمکت کنم. 10 دقیقه وقت نمیدم. بابا چون نمیرسه بعد رو بابا برو سیاوش رو برو تو دخالت نکن. نگفتم اینجا زن و بچه زندگی میکنه؟ نگفتم پاتو اینجا نزا؟ ده گفتم یا نگفتم؟ خونم اختیارشو دارم آقا سیاوش. سیاوش تو دخالت نکن. از سر با چقا به این بده کنی؟ سیاوش همه این کارا مالیز 80 تومن 80 تومن بهش میگم 3 روز سر خاتون سرت کنم. به خاطر 80,000 تومن داری خودتو جرماجر میکنی؟ بابا شر به پا نکن، بیا بیا جمعش کن مرده برو. ولی ببین خودت میدونی من چه کله خری هستم. یه دفعه دیگه پاتو بذاری توی این خونه ننه تو سیاپوش میکنم، میفهمی؟ حواسم هست، میگردم یه کار درست سایی برای پیدم. یه وقت نمایی کمو کسی داشتی به خودمم. دست درد نکن، آبروم خریدی. حالا برو بزنم بچه هم داریز. دست درد نکن بچه ها، بیاین اساسا رو جمع کنیم. به افتخار عروسی مورد قشنگ یه دست خوشگل بزنید. یا باشیم خواهشی ازت بشیم، میکنم شب انقدر گل بودی اینجا، حال دادی به اون مجلس رو گرم کردی. نصیحت بکنی خانم، هنوز هیچی نشده داره به جون من غر میزنه که آقا معسل ما رو باید ببری اروپا اروپا اروپا. خب ببرش دیگه. ببرم؟ ندارم. چی نداری؟ کارت پایان خدمت ندارم. خب مگه من مردم سیاوشت؟ مگه مرده؟ من خودم برات جور میکنم، درستش میکنم، منتها فقط پولش رو پیش پیش میگیرم. یعنی حل سیاوش؟ همه چی هم من ببینم چیکار میکنی. مرسی. بر خدا کاروان سراست، این میره رفیقش میاد، رفیقش میره این میاد. خدا من مرگ به دست تو راحت شم با این قلب خرابم. ننه اینقدر جوش نزن، برای قلبت خوب نیست. من که نرفته بودم دنبال خوشگذرونی، که رفتم دنبال یه لقمه نون حلال. آره عربا خاک بابات. مرگوم آقا بابا. پاشو برو سهراب، 2 ساعت اومدی تو اتاق نشسته منتظرته. پاشو برو. سهراب؟ باشو عباس، رفتی اومدی پاشنه این در بردی، تو با من چی کار داری؟ ای بابا سیاجون چطوری داداش؟ کجایی بابا؟ از صبح همه محله رو دنبالت گشتم. خب که چی؟ ببین یه کار نون آبدار رو پستم خورده، نشستم نقشش رو کشیدم، دیدم فقط عباسش من و تو برمیاییم، کار من و توه فقط، جون تو. ببین سهراب جون، من اهل کالای خلاف جنابالی نیستم، بفرمید. جون سیاه خلاف نیست که، جون سیاه که میزنم خلاف هست، اما از اون خلاف هاست که فقط چی؟ این خلاف انجام بدیم لازم نیست دیگه خلاف کنی، بارمونو بستیم و تموم. سهراب جون، جون داداشی داری وقتت رو تلف میکنی. پاشو پاشو برو، میخوام بگیرم بخوابم، اصلا حوصله ندارم. پاشو. یعنی جون سیاه نیستی؟ نه که نیستم. سیاه باش بیا به داده ننت برس. سیاه باش کجای ننت داره میمیره. ننه مردم. چی شده ننه؟ مردم. چی شده؟ سارا بمیری کجایی؟ ای وای مردم قلب. دکتر به دادم برس. وای
وای قلبم، وای قلبم. هیچی نیست ایشالله ننه، هیچی نیست. میگم سیاه، شما جنتیکن قلبتون سمت راسته؟ تو چی میگی؟ وای قلبم. ننت اون ورشو میگیره قلبش قلب سمت راستش میکنه. ببین آقا سیاوش، این چندمین بار مادرتون دچار این حمله قلبی میشه. قبلا هم بهتون گفته بودم این مورد از موارد نادره که باید خارج از کشور عمل بشه. ببین دکتر چی میگه؟ باید منو ببری خارجه. خارج چیزه سیاه؟ اون کاری که گفتم توش پول خوبی هست. خب تو میری اون کار ننت را میندازه. حالا اون کار چی هم؟ ببینم آره تو سیاه جو. مختصر میگم و مفید، فقط گوشت بده به من که دیگه نه تو وقت داری آقا جون نه من، سن و سالمون گذشته. بشین اینجا داداشم. چند وقتیه مشاور یه صاحب شرکتی شدم که چند تا همچین کارخونه داره. چون تو اینقدر بی‌انصاف پول داره ها، پولاش که نمیشماره، منگره میکنه میز گوشه اتاق. خب یه دختر داره از این چوسان فسان کنا، دماغش با چی باک مونه؟ با اسکناس. چون تو چند دفعه تو شرکت دنبالش دویدم، چند تا از اسکناس رو برشم گوشتم توی هم خوش میشه استفاده کنم. بعدم اینقدر بی‌معرفت این دختره، هر کاری براش میکنم و ما رو بنزی یه آشغال هم تونو قبول نداره. منم لش کردم میخوام یه پول قلمبه از خانوادش بکنم برم اون ور آب. هستی یا نیستی؟ ببین داداشی، کار و آدماش برای من هیچ فرقی نمیکنه. فقط بگو چند چند. چی رو چند چند؟ آه منزل از شراکت؟ فکر نکردم راجع بهش. ببین ببین هر رفیق ما هم دیگه 70-30. زرش چی رو؟ تو این همه سخنرانی کردی که 30% خرج بکنی؟ نه بابا پاش پاش رو به کارت برس که ما هم بریم به کارمون برسیم. داداش من سیاه جون بشین، چرا خر میشیم؟ هر دسته میداریم حرف میزنیم مذاکره میکنیم. نقشه مونه من، قربون تو برم، کارا رو من کردم. ابی نداره آقا جون، ده میذارم روش 40-60. حالا شو ببین درسته کار ما رو توی سهراب جان، ولی تمام کاراشو من باید انجام بدم. چون خیلی مشتی هستی و خیلی هم دوستت دارم، گرفتی؟ اونم فقط واسه خاطر ننه. 50-50. یعنی چی 50-50؟ یعنی 50-50. تو با 50-50 آقا به خاطر ننت میکشم. ببینم درست صحبت کن. منظورم مرد حسابی، میگم ننت ننه منم هست دیگه، منو بزرگ نکرده بگه. به خاطر ننت گذشت میکنم 50-50 فقط. نقشه میکشی مولا دردش نره. باشه اون با من پس بزن جا شونم اشتماعی چی شد دادی؟ نظر تو چیه دینا؟ تو فکر میکنی با آمدن این آقا از ایتالیا خط تولیدمون عملی بشه؟ باید عملی بشه داد. البته اگه یه مقدار آینده نگر باشی متوجه این هستی که اگه اینطوری بخوایم پیش بریم تو چند سال آینده ما 100% ورشکست شدیم. البته با اینکه از این پسر سهراب با اون شیکم و سیبیل و اینا کمپلت متنفرم، اما پیشنهاد بسیار عالی داد در رابطه با خط تولیدمون. پدر بزرگه چیکار کنیم؟ داد بزرگه من رازیش میکنم. Come profao io per mi e il vetere profao io campiare co etna a candela leo candello so meta sotto tim orbune sia vasham bera. میدونستم آخر عقل میاد تو کلت درس خون میشی. بخون مادر، بخون بذار دکترش. ننه تمام حواسمو پرت کردی. آخه یکی نیست بگه از این زبان ایتالیایی آسونتر پیدا نمیشه آلاق. با کی بودی؟ با خودم. بیا ننه این لقمه نونو گوش از زور مونده، بخور بزن مغزت کار بیفته. بخور. Amén, pan, que es el nacabo, calaro, este pene, colombiano, va,
ای خاک تو اون سرت بکنم که من آخر سر از دست تو دق میکنم. ای خدا دیگه واسه چی؟ ای خدایش معلوم است چه غلطی میکنی؟ اینا چیه؟ ای خدا ای خدای سوسول بازی ها چیه خودت در میاری؟ این مایه ظرفشویی چی گذاشتی جلوت؟ خدا من بکش از دست این راحت چم. آی ننه اینقدر هرس و جوش نخو، برای قلبت خوب نیست. بعدش هم این مایه ظرفشویی نیست، این ژنه. میزنم به مو براق میشه، خوشگل میشه. بعدش هم من بدبخت هر کاری میکنم به خاطر جنابالی که برات دارم ببرمت خارج از کشور، قلبت رو عمل کنم و تو هی سرکوب بزن تو سر من. آره حرفا بابات، هر کاری میکنی گمکاری میکنی میذاری گردن من به خاطر توه. لا ادامه خطا. حالا ببینم ننه، راستاسی میخوای منو ببری خارج؟ مطمئنم گوشتت هایی شده که آره ننه قربونت بره. اگه یه چند روزی بی خیال من بشی آره میبرمت خارج. قربونت برم، من با تو کاری ندارم. کاری نداری؟ نه، من امشب باید برم سفر، قول میدم زود برگردم. برو، خدا پشت و پناهت، دست خدا به همراه. برو. به شما چه مربوطه؟ ملک املاک خودم دلم میخواد ورشکست بشم. جفتتونم از ارث محروم. پدر جان چرا فوش میدی؟ خب دادی بزرگی من چیکار کنم؟ خب زن نمیگیره بابا. اگه دختر عاقل دانایی بودی آستیناتو واسه بابات بالا میزدی. خب دادی چرا نمیگی؟ من خودم چند تا دوستام معرفی کردم ولی میگه نمیخوام. پدر جان اونا سنشون کمتر از تیتی بود، واقعا قباحت داره. آدم که واسه دو سه قرون مال دنیا دست به هر کاری نمیزنه. من میخوای کار خلافی بکنی، میخوای زن بگیری. من بارها گفتم بازم دارم میگم، هر وقت دست زنتو گرفتی اومدی تو این خونه، هر چی دارم و ندارم مال توه. در غیر صورت برو هر غلطی که دوست داری بکن. واقعا جالبه، تو رو خدا اوضای ما رو میبینی؟ خط تولید و ارث و میراثمون بستگی به زن گرفتنمون داره. میام سهراب گیر کرد. کی آقا؟ این دوستت. من کار دارم. الان میاد آقا دیگه. من دوش چیزی گرفت داره بالا میگیره. اینا هم دوششون مثل مانی آقا. میخوام تو این وامانات من خوابش برده. الان میام. برو یه زنگ بزن از پذیرش. آقا اومد. آقا اومد. همین خودش آقا. سلام قربان. بونجورنو. عافیت باشه قربان. خیلی خوشحال شدیم. مهندس سیاوش، استاد پرنامه. میگه آمو سیاوش. خواهش می‌کنم. خب اگه میشه بریم یه جایی که بتونیم رو به رو با هم دیگه. اونور خیلی خوبه آقا. اونور خیلی خوبه. آها. بریم اینجا. بفرمایید. بفرمایید. حتی خودش انقدر به اونجا فرق نمی‌کرد. فرق نمی‌کنه. بیا بریم اینجا. همونجا بهتر. بفرمایید. خیلی خوش اومدید به ایران. بونجورنو. میکی آمو سیاوش. سونو مونتو کنتنتی دی کن شلو. شلو. شلو جون آقا دروغ هم نداره بگه. تو مگه نگفتی دو رگه ایتالیایی ایرانیه؟ این که فقط رگه ایتالیاییش فعاله. جون آقا خودم باش فارسی صحبت کردم با تلفن. خودش میگفتم ننش ترکه، ننش ایتالیاییه. یا شما رئیس کارخونه. ای والله خوشبختم. خوب هستین شما؟ دست شما درد نکنه. ایشون دست شما درد کنه. ببینید دوست عزیز، من میرم سر اصل مطلب. برای اینکه وقتتون رو نگیرم خدمتتون عرض کنم که الان اوضاع کارخونه زیاد بدک نیست، یعنی در واقع میچرخه چرخش، ولی خب ما باید آینده بین باشیم دوست عزیز، باید با شرایط پیش بریم. الانش هم ما کلی از کشورهای جهان سوم عقبیم. عقبیم جون تو. من شدیداً با یک خط تولید جدید موافق هستم. شما؟ چیزی نگو؟ جون آقا چیزی نگو؟ خیلی خیلی عذر میخوام. شما چه پیشنهادی برای کارخونه ما دارید؟ هیچی.
یعنی چی؟ چی میگه این؟ هیچی مرض داری بس میگه چی میگه این؟ مرض نه یا چی بگو دیگه من تا کارخونه شما رو ندید نمیتونم طرحی بدم آره جون آقا بعد کارخونه رو ببینه که بتونیم طرحشو بده ها بله 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 حق با شماست درست میفهمی حتما حتما خیلی خیلی خوشحالم میشیم اتفاقا تشریف بیارید که از تمام نقاط کارخونه دیدن بفرمایید سهراب جون آقا هر چه سریعتر ترتیبشو بده چشم آقا چشم سری 100 میلیون پوله پول خورده واسه اینا روزی 100 میلیون وقت خرج این دختره و سگشه آقا سهراب زیاد نباشه که من اهل خلاف نیستم و نامردی میشه دمت گرم گفتی نامردی ازت خوشم اومد خدا بابا تو بیامرزه من خودم اهل نامردی نیستم مرد حسابی 2 میلیارد میگیم تموم 2 میلیون من اصلا تو خلافای تو نیست آقا جون من بشین مرد حسابی باز قات میزنی تو آقا جون من اگه 100 میلیون خلافه خب 2 میلیارد هم خلافه دیگه فرق نمیکنه که اگه 2 میلیارد خلافه 100 میلیون هم خلافه بعدم تو این کارا چیکار داری مرد حسابی تو اصلا فکر کردی 50% این 2 میلیارد چقدر میشه ها میشه 1 میلیارد سیا جون تو اصلا بلدی یه مشوری من خودم با این هیکل بلد نیستم سورا من فقط به خاطر ننم قبول میکنم ای والله منم تو به خاطر ننت قبول میکنم خودم مرد حسابی میگم راجب ننه من درست صحبت کن باید چرا قاطی میکنی مرد حسابی میگم منم به خاطر ننت هستم واسه اینکه چی؟ واسه اینکه تو اینقدر بچه مشتی هستی همه فکر ننتی قاطی میکنه دوباره آقا جون ببین نقشه رو چیکار میکنی ببین پوله رو چی میزه بسای ما فکرم دوشم کردم یه حساب از طریق اینترنت تو بانکای ایتالیا باز وایسا آقا جون اصلا اینترنت چه جور آدمیه؟ خوبه یا نه؟ اینترنت یه سیستم کامپیوتریه. بذار حرفمو بزنم. از اول خودم میدونستم. گفتم یه دونه حساب از طریق اینترنت تو بانکای ایتالیا باز میکنم. یه پاسپورت جعلی با ویزای جعلی برای جنابالی که از کشور خارج شدی بتونیم پولا چیه؟ از اون حساب بکشی بیرون. داداش سیا جون من خداییش سواد مواد این کارا رو ندارم ها ببین یه سر من کلا نذاری داداش مرد حسابی اصلا نامردی تو مرام من هست الانم که اینجا داری میری زنگ میزنی به پرویز میگی که بیاد هتل من میخوام پیشنهادمو بهش بدم باشه. گرفتی حواست باشه چشم برو مواظب خودت باش گلی واسه من افتیم گلی واسه من گلی مهتری اینم از این خسته شده از یه زنگ به ننمون بزنیم ببینیم چی کار میکنه این بنده خدا سلام ننه ننه چه داری؟ خوبی؟ بابا ننه من اینجا پدرم داره در میاد الهی ننه قربونت بره از صبح تا حالا شما فکر کردی من رفتم یه جا لم دادم دارم استراحت میکنم نه بابا دارم خرمالی میکنم من حواستو شدم درد سر قول میدم که زود بیام کارم تموم بشه شهرستانی؟ من ننه الان شهرستانم دیگه خب شما رفتو بده من هر وقت کار داشتم بهت زنگ بزنم تلفونی اینجا را کجا بشه ننه
ببین من تو الان تو مخابراتم. آها مخابراتی. آره سر صدای تو زیاده، بعد تلفن ثابت ندارم. بذار رسیدم یه جایی تلفن ثابت پیدا کردم بهت میدم. باشه. چاو. خدافظ. رو بابات. سر منو شیره میمالی بچه؟ که پدری ازت درارم. شما حواست جمع میشه این کارخونه و ماخونه و هرچی که دارن یه دفعه هاپولی میشه جمع میشه میره بالا. مامان یالت راحت. ننت چی؟ چی ننم چی؟ بابا ننت اومد تو اینها اومد هتل اینجا چی کار میکنه؟ اون از کجا فهمید که من اینجا؟ برو من رو نبینه ننه تو اینجا چی کار میکنه؟ آقایت میکنم شیرم حلالت نمیکنم زلیل مرده. تو گفتی من تو شهرستان دارم جون میکنم، اینجا چه غلطی میکنی تو هتل؟ من بدبخت مریض و ول کردی تو اون سگدونی. روزا نونو خوش زک میزنم، شبا سر بیشام میزنم زمین. خودت اومدی اینجا داری اشغال میکنی. پدرتو در میارم. نه پدرتو در میارم. نه من که نیومدم اینجا دنبال تفریح، اومدم دنبال کاری. گفتم یه چند روزی صبر کن میبرم برای عملت خارج. آره تو بمیری یعنی تو اینقدر به فکر منی؟ خوب میخوری و خوب میگردی، همه کاسبگذار سر من میشکنی. من این حرف حالیم نیست. بلند شو بریم خونه. کجا؟ بلند شو. ننه من که نمیتونم، من امشب یه قرار بسیار بسیار مهم دارم اینجا. آها نمیتونی؟ نه دیگه. بله خب پس یه اتاقم برای من اینجا جداگانه باید بگیری. نمیشه همون بابایی گور بکنی. دو موقعی که جوان بودم گفت میبرمت هتل. پدر سوخته آخر فقط 3 روز بردم مسافرخونه. باید برای منم اتاق بگیری. من این چیز حالیم نیم. باشه ننه جان شما اجازه بده ما بریم خارج، بعد با هم دیگه میریم تو هتل زندگی میکنیم. الان نمیشه بگیری؟ الان نمیشه که میبینی دیگه. پس نمیگیری؟ نه. آی به دادم برسین مردم. ببخشید ننه. اگه گوشه مردم. ننه اشتباه کردم. مردم این پسر. معذرت میخوام. چشم. هرچی شما بگی چشم. میگیری؟ میگیرم. خیلی خوب. میگیرم. وایسا. پس اقلا اتاقش پنجرش رو به خیابون ماشه. ننه دلم باشه. میگم ننه امر دیگه ای نداری شما؟ ننه. سهراب جون ننم رد نمو زده تا اینجا پیدام کرده اومده. یه مقدار پول بخوام. چی؟ پول. بله ممکن بابا قربونت برم سیا جون. بگه بچه بازی و یه خاله بازی اینجا مرد حسابی. من پولم کجا بود؟ خرج ننتم خواهد گردن من؟ بله نمیشه دیگه. پولم پول ندارم من. مرد حسابی ما اینجا ماموریت داریم. ما تو ماموریت این پولم نداری بدیم. خب باشه نه. هیچ ایرادی نداره. بنده تا الان با شما بودم، از اینجا به بعدش دیگه نیستم. نه باش الانم میرم بهشون میگم که براشون چه خواب دیدیم. بابا مرد حسابی شوخی کردم بگی بشین قرمت رو بدم. چرا اینجوری میکنی؟ فدات شم عصبی میشی زودا. پول میخوام و پولت بدم. چقدر میخوا؟ بده من بابا بده من. دادی نه بفرستم انقدر قشنگه. خوب ببینم. نه نگاه به سرمون میفرستم. اومد؟ آره چی فوت میاد. آره اینه که هم با حاله سب کن. بفرست فرستادم. اومد؟ نه نه ایمان. اومد ها؟ نه ایمان. اومد دادی اومد؟ نه ایمان. دارم میبینم شما. بابا نه ایمان بابا سیاوشو دارم میگم. اومد ارادت بند. سلام. خیلی خوشبخت. خوشبختم. بفرمایید خواهش میکنم. خوبی شما؟ راستی دادی آقا سیاوش چند سایی توی سیسیل زندگی میکردن، از رفتار منش و تیپشون معلومه نه؟ من یه برآورد کلی کردم از کارخونه و خط تولید کارخونهتون که هلوش 2 میلیارد تومان میشه. خوبه؟ به نظرم رقم معمولیه. خوبه. پس مشکلی نیست. نه نه میتونیم سال شروع کنیم؟ بله بله نه نه فقط یک مشکل خانوادگی ما داریم که باید بعد از حل این مشکل
قرارداد ببندی. البته توی این فاصله شما میتونید تشریف بیارید کارخونه و در مورد طرحاتون صحبت بکنید و کارخونه هم بهتر بشناسید. بله. من میگم اصلا عجله نکنیم. اصول حرفه‌ای من دقیقا میگه که بعد از دریافت چک و امضای قرارداد من طرحامو به شما ارائه بدم. کجایی داریم بیرون؟ آقا خیلی ممنون، تشکر. دیگه چیزی نمیخواییم، بفرمایید. اینا یه ذری نجم میگم تینا خیلی باید مواظب باشی، بیگدار به آب نباید بزنی، بکن از این لاشخورای ایتالیا باشه. شانس ندارم که من حرفی جا. خیلی عذر میخوام، همچنین از شما تینا جان. امیدوارم که منو ببخشید، برای یه چند لحظه شما دوتا رو تنها میذارم الان میام. بفهمید آقا، بفهمید، بفهمید، راحت باشی. نه اینا چیه مولیده به سر صورته؟ بابا من غیرت دارم. بلند شو، بلند شو، بریم در پاک کن. مادرم امروز از ایتالیا کامپک کردن که اومدن، قراره یه چند روزی رو من در خدمتشون باشم. خیلی خوش بخورم. های های من خیلی خوشحال هستم از آشنایی. مامی، شما با ما میل میکنید؟ آره، فقط من سالاد میخورم چون رژیم دارم. خیلی خیلی خوشحال میشیم. خواهش میکنم بفهم بنشینید. بفهمید. سیتام کنید. بفهمید. بازون یه سرویس. شما خارج بودیم؟ بله. ما تو خارج همه رژیم دارن. خیلی ممنون. بفهمید. اکثرا رژیم میگیرن. چون اونجا چاقی مود نیست. میگم که مامان از اینا دوست داره فکر کنن کبابه. بفرمه این خونه که ملده داری. مامی از اینا نمیخوره. میگم پروی جان شامتونو بخوری دیگه. چشم، من هستم اینجا. تو هم بفرمه. میگم مشکلی پیش اومده آقا پرویز جان. بله میدونی سیاه جان، بعضی وقتا وقتی مشکل خانوادگیمون یه کمی حاد میشه یه اینجوری یهو میرم تو فکر. میگم خواهش میکنم که دیگه تو فکر نرید، یاد نگران نباشید. مامی میگم دیگه الان وقت استراحت شماست، باید برید تو اتاقتون استراحت کنید. تو که میدونی من بعد از شام باید یه قهوه بخورم حتما. میگم مامی جان اگر شما برید تو اتاقتون میگم یه قهوه رو بیارن اونجا. یعنی نشسته بودن. خب با اجازه. خواهش میکنم. خیلی خیلی من خوشحال شدم از آشنایی با شما. منم به همچنین. خدا خیلی خوشحال شدم. قربونت برم. شبتون بخیر. خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشید. میبینم اتون. حتما. شب بخیر. شب بخیر. بای بای. چاو چاو. خب من دیگه. خب بفهمید. با اجازه دیگه زحمت رو کم بکنم. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. از شامتونم ممنون. خیلی متشکرم. ما که غذامون نصفه. نه دیگه، باید بریم. من شبا زود میخوابم. نمیدونم اینایی که رژیم میگیرن چجوری با یه ذره سالاد سیر میشن. داشتم از گشنه یه قش میکردم. هایی من دویستم دویستم اینکم نمیخورم، برای قلبم ضرر داره. قلبم نه، یه ذره بهتر شد اومدیم تو هتل. معلومه ولی از روز که من شما رو میبینم میرم سر حالی الحمدلله خدا رو شد.
بشتو. بله 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 تیتی جان شمایید؟ خواهش میکنم، شب شما بخیر. اتفاقی افتاده؟ نه خیر، بنده در حال مطالعه بودم. خواهش میکنم فردا نهار باشه. چشم، شما میایید دنبالم؟ آخه اینجوری که نمیشه، شرمنده میشم من. باشه، خدا حافظ شما. خدا حافظ. شب خسته بودم ندیدم اینقدر خوشگلی. البته به زیبایی خوشگلی شما که نیستم مامی، ماشاءالله خارج رفته، خارج دیده. مرسی. میگم من حاضرم بریم. منم اومدم بریم. پس مامی چی؟ نه 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 نه، من امروز گرفتارم، خیلی کار دارم. شما چی کار داری؟ کار دارم. میگه پس اصلا نهار منتظر ما نباشیم مامی. بریم. منتظر نیستم، بریم. میگم به تیتی جان، بهتر نبود میرفتیم یه جایی دیگه؟ مثل چند تا عکس اومد به نظرم یادگاری. وایسا وایسا، کجا میری؟ کجا؟ الان میام. وایسا بابا جان، نکن اومدم. وایسا بسا. شکرم. پاپای خودم اینجا من تو رو پول میکنم. من نوکرتم، من اصلا اومدم پول تو رو بدم الان دیگه. ببین اون دفعه گذاشتی رفتی، بده کاری دو برابر شده. باشه چش، دو برابرم بهت میدم، فقط آبروریزی نکن. من با خانومم اومدم. این ندی اینجا دعوامو میشه. اصلا اومدم بدم برم دیگه. خب تو پول تو بده، هر رو بلند شو بیا، من نوکرتم هستم. اینم پوله، بده من بشورم. من عادت دارم تو یه خورده شیطنت داری دیگه. چارو پنج دو تا دیزی درست حسابی هم برسر. موکرتم هستم، تو هر رو بلند شوی مهمون من باش. هر رو باشه، آبروزی نکن. نه حرفا چی، من اصلا نمیشناسم. موکرتم هستم. یا علی پسر، دو تا دیزی هر دو بیا برست. سوپر. مردی چقدر خوب، ستایی و هم زندگی میرسی. ستایی دست شما دارد نکنم. مبارکه، عاقبتتون به خیر بشه انشالله، پای امری بشه انشالله، خوشبخت بشه انشالله. امری نی؟ یه خود نهی دوها بزن روشنشی. آقا سبت شما خیلی خوشگلاب گوش باردیم بخورینا. احیانا خانمتون براتون درست میکنن نه؟ نه بابا، نه نه، من که هنوز ازدواج نکردم. راست میگی. ننه نمیدونی چه دختر ماهیه، با اینکه این همه پول دارن و عاشق پایین شهر آدم باشه. این سهرابه زر میزد، میگفت فیس و افاده ایه، اصلا اهل این حرفا نیست دختره. ننه خودشه، انگاری هزار ساله میشناسمش، ولی فقط نمیدونم این سیسیل میسیل رو چی کار کنم. ننه قربونت بره، بینتون هر چیه ها ورش داری. میگم پدر جان، خطی تولید را میافته دیگه. نه بعد از عقد و عروسی. آخه پدر جان یه وقتی دیر میشه، پسری میذاریم میره. آی کیو، اگه پسره بره مادرش هم با خودش میبره، پس تو میخوای با کی ازدواج کنی؟ پس پدر جان باید بریم خواستگاری. سب کن، یه شب دعوتشون میکنیم بیان اینجا شام میخوری، خوب براندازش میکنم، اگر خوشم آمد خواستگاری هم میکنم. ای
بنال حامد چی؟ اوضای کافیشاپ به هم ریخته است؟ خب به من چه دخلی داره؟ همه شون میخواد شکایت کنن؟ بس تو اونجا چه غلطی میکنی؟ تو عرضه نداری یک کافیشاپ به چرخونی؟ باشه باشه من خودم فردا میام اونجا. آره آره قرار بذار با همه شون منتها ببین یه جوری قرار بذاری که بینشون آکس بذارا. ای خدا تو چرا اینقدر خنگی حامد؟ یعنی بینشون فاصله بذار، اینا همدیگر رو نبینن. منظورم اینه اینا همدیگر رو نبینن. سلام بر حامد گل. علیکه سلام. چطوری گلم؟ گلم سیاوش معلوم هست تو چه غلطی داری میکنی. اینا اینجا رو کردن دارالمجانین، اون میره این میاد این میره اون میاد، تمومش کن دیگه. خب به من چه ربطی داره؟ به تو ربطی نداره. حالا باهاشون قرار گذاشتی؟ بله قرارم گذاشتم. او گلی 2 دقیقه، مینا 5 دقیقه، و عروس دوماد هستن که هنو نرفتن ماه عسل، اونم بعدش میاد. یه سوالی برام پیش میاد. بفرمون. چطور گلی 2 دقیقه اونا دیگه بیشتر وقتشون این کمتره؟ ها کاری باش نداری که، یک کلام فقط میخوای بهش بگی که دیگه باهات ازدواج نمیکنم. فکر کنم 1 دقیقه هم بسیت باشه. مرد حسابی تمام مشکلم با گلیه که ولم نمیکنه 24 ساعت پاپیمه. 1 دقیقه تمومش میکنی یا من اونجا نشستم هوا تو دارم الانم پیداشون میشه. منو سر کار میذاری؟ آره اگه حامد نبود تا حالا 100 دفعه انداخته بودم از زندون. گلی جان بدبخت شدم. چرا؟ بیچاره شدم، کمرم شکست. گلی جان بمیرم چرا؟ یتیم شده. امروز شب سفاه بابامه. تو این حال احوال چطوری میتونم تو فکر ازدواج خوشگذرونی باشم؟ دروغ میگی. خوب گوش کن ببین چی میگم. یا اموالمو میدی یا اینکه به زور ازت میگیرم. ببین مینا جان، من که نمیخوام مال اموال تو رو با خودم تو گور ببرم. اگه اون روزم سر قرار نیومدم، خب تو بیمارستان گیر بودم. دکترو به من گفتن تو سرطان داری، اونم از نوع بدخیمه. خودتی داماد عروس خانم، اول زندگی اینقدر زندگی رو با هم سخت نگیری. مهم با هم بودنه، با هم صمیمی بودنه، با هم رفیق بودنه. اروپا نشد به جهنم، میریم یه جای دیگه. حالا اروپا نشه، از من میشنوید برای دستگرمی هم که شده برید همین شمال خودمون. خسته نباشی. حامد جان. جان میتونم ازت یه خواهشی بکنم؟ بفرما. تو رو اون خدا قسمت میدم این مغز تو از آکبندی در بیار. خوب گوش کن ببین من چی میگم. از الان تا اطلاع ثانوی هر کسی پرسید از سیاوش کجاست، بگو من نمیدونم، تصادف کرده، مرده. حتی گلی خانوم؟ حتی گلی خانوم، مینا خانوم، سینا خانوم، هر کی پرسی. حالیته؟ بله حالیمه. جوش نزن آب تو بخور.
بزنم به تخت رنگ رود باز شده، بزنم به تخت میگم نره ماشالله هزار ماشالله، تو این یکی دو روزه همچین گل از گلت شکفته و رنگ رود باز شده، ماشالله ماشالله، بزنم به تخت. مسخره بازی در نیار، چشم به در خوشت کدوم گوری بودی؟ چی شده مگه؟ شام دعوت داریم. کجا دیگه؟ تینا زنگ زده شام دعوتمون کرده، منم قبول کردم. برو برو حاضر شو. میگم ننه شما برو تو ماشین پیش تیتی بشین، منتظر من باش، من الان میرم. چرا ننه؟ داریم با هم میریم دیگه. نه من آخه برش یه کادو خریدم، خب بهش بدم. شما برو تو. ای برو جد چه گذاشتم، همیشه کارا جیر زیده یه بودو زود بیا. برو شما. ایشون بزرگ خواندن ما هستن پدر بنده. سلام پدر جان. سلام. خوش آمدید. خیلی خوشبختم پدر جان. همچنین. بفرمایید. 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 خیلی خوش اومدید. خب پرویز جان این معامله ما به کجا کشید؟ من که به شما گفتم بیشتر از این فرصت ندارم تو ایران بمونم. مشکل ما در حال حل شدنه. آخ اگه بدونی چه مشکلیه سیاوش کن. پرویز چای چای چشم من میارم. تو چرا بول شدی دکتر بیشی؟ مبرد خواستگار اومده. اینی که باید هول بشه باباته. ببخشید خانم. میگم پدر جان اینجا الان حدوداً چند متره این ساخته بود؟ بالا یک هکتار هست. قیمت مزنه؟ 10 میلیارد. ده میلیارد خیلی خوبه خیلی خوبه. دادی بفرمایی پدر جان اینو بدید به من، هر کی خودش بخواد برمیداره دیگه. بریم سر اصل مطلب. کاملا درست. تیتی
میگم در رو چرا میبندید؟ ای من عادت دارم همیشه باید در اتاقم بسته باشه. منم تو سیسیل عادت داشتم همه درها رو باز میذاشتم، یعنی دری نیست که رو به من بسته باشه. آخه سیسیل، میگم آقا سیاوش، مامی به من گفتن شما برای من سوغاتی آوردین. بله من بگو. بله بله بله، ببخشید دیگه من کادو نتونستم پیدا کنم، اینو از سیسیل براتون اونم یه خوردم اونتا چروع که دیگه ببخشید. میگم این طرها رو کدوم آدم بی سلیقه ای رد کرده؟ اینا که همش جالب و قشنگه. نکن تازه خوشگل طرهاشو ندیدی؟ ببین چه قشنگه؟ من کی با شما عکس گرفتم خانم؟ اینه که من تو قهوه خونه از شما عکس انداختم، من فتوشاپ درستش کردم. کلاژ کار خیلی سختیه، یه چند تا براتون اینجا چاپ کردم با خودتون ببرین. بله کلازش هم قشنگه ها. من باید برم پایین. بله پدر، اون شرکت خیلی بده، تا دیگه نمیتونیم باشیم. میگم ننه خوب با دو تا مرد غریبه اینجا نشستی داری هر هر چکر میکنی ها. من غیرت دارم، آبرو دارم، یه کاری نکن بزنم زیر سلگاتشون تمومش کنم ها. این دو نفرم بکشم خونشو بنزم گردن تو نه خودم. خیلی خوب بس کن، حالا من چی شده؟ پدر بزرگ داره خاطراتش تعریف میکنه، نمیتونم که اخ کنم بشینم. ببین پرویز خان، ببخشید معذرت میخوام، من پشت کردم. بله بفرمایید. الان از ایتالیا به من زنگ زدن که کلی کار رو زمین مونده، باید هر چی زودتر برگردم اونجا. ظاهرا ما هم معاملمون نمیشه، من ظرف امروز فردا باید برگردم برم ایتالیا. پس خط تولید چی میشه؟ ما که با تمام ارقام خواستی شما موافقت کردیم. ظاهرم پدر جان این مشکل شما حالا حالا حل شدنی نیست. اتفاقا امشب ما تونستیم آقا سیاوش کلی از مشکلمون حل کنیم و انشالله بعد از وصلت نیمه دیگه‌ش هم حل میشه. ما میتونیم با شما برای همیشه کار کنیم. حالا که اینطوری شد من یه چند روز دیگه ای رو ایران میمونم. فقط میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، من باید یه چند روزی مامی رو ببرم سفر که آب و هواش عوض کنه، دیگه تو هتل نیستم. اگر خبری شد به موبایل من زنگ بزنید. چه جالب شد، پدر یه ویلایی دارن تو همایه تهران، میتونیم همگی بریم اونجا و استراحت بخوریم، نه پدر؟ بله بله حتما. مگه شما نباید تهران باشید برای حل مشکلاتتون؟ ببینید مشکل ما زمان و مکان نداره، هر جایی مشکل حل شدنیه. درست میگم پدر؟ بله کاملا درست میگید. واقعا خوشحال فردا بکرد. صبح همگی به سوی ویلا حرکت میکنیم. یه اون پاسپورت پرویز و تینا رو خوردن، این غذا امروز به من حال داد و جان داد. دست شما درد نوش جونتون. واقعا همینطوره پدر، دست شما درد نکنه خانم، خیلی خوشمزه است. البته بیچاره تینای منم اگه مادر بالا سرش بود اینقدر آشغال به خورد ما نمیداد. به خاطر همین دستپخت مامیه که ازش نمیتونم جدا بشم. البته سیاوش جون بعد یه روزی از هم جدا میشیم بالاخره. باز چی؟ یعنی باید بری استواج کنی دیگه. آخه میدونی چیه؟ قلب مامی هی تپشش بالا پایین میره، من باید شب و روز مواظبش باشم. من مامی اصلا یادم نبود، الان چند وقته که دیگه قلبم اصلا درد نمیکنه. خوب خوب شد، خدا رو شد، خدا رو شد. حالا برعکس خانم، من یه مدتیه، یعنی یه چند روزی هست انگار این قلبم داره از جا کنده میشه. چرا؟ ما رو پیره زودرسه ها. نه آقا پیره چیه؟ من دارم به شما میگم، ما رو پیره زودرسه. بله درسته. سرکار علیه، میخواستم یه درخواستی از شما بکنم. البته میدونم موقعیت مناسبی نیستش، ولی نمیتونم، باید حتما اینو خدمت شما عرض بکنم. میخواستم از شما خواهش بکنم اگر امکانش هست، خواهش کنم که فردا نهار رو با قلاغا توخ با کولی برای من درست کنیم. چند وقت حبس کردم.
چشم. پرویز. بله پدر. خاک تو سر. بنده حواس بغل قطق کردم، خواهش میکنم برای بنده بغل قطق بپذیر. آک برسد با این خواستگاری کردنی، مغزت اندازه مغز یه گنجش. شما بزرگترین پدر، شما باید برین خواستگاری. من نمیتونم، نمیتونم. من از پسرش میترسم، دیدی که چجوری من نگاه میکنه. میترسم یه موقع غیرتی بشه. به بچه 18 سالی که من برم خواستگاری؟ 50 سالته، داره پیر میشی، تو نمیتونه عرضه نداری خواستگاری بکنی؟ برای هر غلطش میخوایی بکن. ازتون خواهش میکنم، من نمیتونم پدر این کارو بکنم. منو تنها نذاری تینا. پدر خواهش میکنم تینا. حالا دست بابات درد نکنی که نرف زن بگیره. حالا مامی جون، من که از خدا بود بره زن بگیره، حداقل یکی داشتم که جای مامی منو پر کنه. میدونین چیه مامی؟ ما اینقدر شما رو دوست داریم، دلیم رو میخوایم واسه همیشه کنار ما بمونی. منم عزیزم دوست دارم تو رو از دست ندم. من فکرم تمام دنبال خوشبختی تنها پسرم، اونم از بچگی پدر به خودش ندیده. یه مامی، شما توی مدت چرا ازدواج نکردی؟ مامی جون، دیگه این حرفا از من گذشته. اوه، اصلا نگذشته. مامی به این خوشگلی، لیدی به این زیبایی، حرفا چی میذاری مامی؟ آخه مامی جون، کی حاضر با من ازدواج کنه؟ خب معلومه، ددی من. پرویز خان پدر شما؟ مامان، مامی، من تو رو پرویز. میگم منظره زیباییه، نه تن ناز. با کی بودی؟ با شما. من اسمم عفته. خب از این به بعد برای من تن نازی. اجرا تو دیگه نظر به ما نمی کنی، چرا نگاه به زیر ما نمی کنی؟ خیلی ممنونم، متشکرم. خب سیاوش جون، حقیقتش ما به طور کل مشکلمون حل شدش. اگه موافقی فردا بریم تهران که بحث خط تولید رو ادامه بدیم. موافقی؟ ما که خیلی وقت منتظریم که بریم خط تولید رو بندازیم. پس فردا به سوی تهران حرکت میکنیم. بسن. بشین پسرم، بشین، راحت باشین. آقا سلام. سلام. سهراب اون دست چک هم بده. باز چی آقا جون؟ میخوام یه چک 2 میلیاردی امضا کنم. چقدر آقا؟ 2 میلیارد. 2 میلیارد؟ تو چی کار به کار من داری؟ بده من دست چکو. آخه 2 میلیارد ما قرار بود برسیم به حساب بانک ایتالیا آقا جون. تو به کار خودت برس. بعد یه توضیح بدم که آقا جون. آخه بده من. ای بابا این رئیس منه. سیاوش جون، باید هر چه سریعتر خط تولید رو راه بندازی. چشم آقا، میگم الحمدلله مشکلتون که شما حل شد. این مبلغ قرار دادم که به حساب من واریز بکنی، منم زنگ میزنم سریع ایتالیا که یه سری ماشینالات وارد کنن که این کارخونه یه تکونی بخوره. تا باشه از این تکونا. تکونه چی آقا جون؟ ببین سیاوش جون، تو جای پسر منی. تو خیلی به من خوبی کردی. دوست دارم این چکو بگیری، هر جوری که دوست داری خرجش کنی. آقا من تشکر میکنم. خواهش میکنم. میگم پرویز خان، تینا خانم کارخونه نیستن؟ میخواستم باشون خداحافظی کنم. نه خونه است، برو خونه باش حرف بزن. بعدش هم خواهش ازت میکنم اینقدر برم نکن، چون من واقعا دلم میگیره. چشم، با اجازه. مواظب خودت باش، میبینم بهت. خداحافظ. مواظب خودت باش. خداحافظ. وایسی 50-50 وایسی بیرون ها. 50-50 شما نرفتی؟ نه دیگه، من اینجا نیستم، با عزتون دارم میرم. خداحافظ. خداحافظ. 50-50 آقا جون، با ما چی با؟
همه پولا رو که به این رفیق ما رفت. چرا؟ اتفاقا برات کنار گذاشتم. یا اینا مال توست. نه من آقا دمت گرم آقا. این چی آقا جون؟ آقا شیش بابا ما رو توقیف کردی که. حالا واسه من نقشه میکشی آره؟ آقا واسه چی آقا جون؟ میخواستم اخراجت کنم. دلم برای زن بچت سوخ. شیش ماه حقوقت رو توقیف کردم. ای من آقا جون دم شما گرم بابا. میای منتظرم بودی؟ آره منتظر بودم که زود بیای. دیگه نباید منتظرم باشی. داری میری؟ تنها؟ پس اون قولایی که من دادین چی میشه؟ 33 پول تخت جمشید سیسی یه جورایی باید همه اونا رو فراموش کنی. خب شاید بتونم همه اونا رو فراموش کنم ولی سیاوش من تو رو نمیتونم فراموش کنم. شوخی میکنی؟ میگم یه خواهش برای آخرین بار میای؟ تو اتاق نمیام. نه اینجا توی سالن بشین تا من بیام. خب زود میام. این که تنها یادگار مادرته. حالا تنها یادگار من به تو. تینا میخوام یه چیزی بهت بگم و زودی برم. یه جورایی دیگه نمیتونم تو چشمات نگاه کنم. پس بالاخره تصمیم خودتو گرفتی؟ خیلی وقت بود دلم میخواست این حرفو رو از دهن خودت بشنوم. تیرا من نمیتونم چرا اینجا هستم و دارم این حرفا رو به تو میزنم. تینا اون آدمی که تو دیدی من نیستم. من یه آدم بدبخت واخورده ی این روزگارم که بچگیمو تو همون خیابونای شوش و مولوی گذروندم. بابای بدبختم به خاطر به دست آوردن یه لقمه نون بعد از دیوار این و اون بالا میرم. همیشه هم وقتی میخواستم ببینمش پشت میلای زندان بود تا اینکه مرد. اون مرد تازه بدبختی ننم شروع شد. به خاطر اینکه بتونه منو بزرگ کنه از صبح تا شب تو خونه های مردم رخت میشست و جون میکرد. اولش نمیدونستم
اولش نمیدونستم که اون لقمه هایی که دارم میخورم نرم بابتش چقدر حجم میکشه و حجوم میکنه. چشمم رو وا کردم دیدم توی دانشگاه. خیر سرم دارم رشته حقوق میخونم. گفتم هر کاری رو میکنم که فقط ننم از این خراب شده ببرمش بیرون. از اون وقت برای من هیچی مهم نبود، فقط پول در آوردن که نذارم ننم کار کنه. هیچ کاری واسم وجود نداره جز کار خلاف، تا اینکه ننم قلبش خراب شد و واسه قلب خرابش باید میوردمش خارج. تو جایی من، کسی که واسه از بچگی جون کنده و بزرگت کرده، زجر کشیده، میذاشتی جلو چشمات پرپر بشه و از دست بره، تا اینکه اون سهراب نامرد اومد پیشم و خوردم به پست شما. تینا، من امروز از پرویز 2 میلیارد پول گرفتم و 2 تا بلیط که با ننم برم، ولی هر کاری کردم نشد که نشد. از کارخونه تا اینجا با خودم هرچی کلنجار رفتم دیدم نمیشه که نمیشه. آخه چطوری میتونم با عزیزترین کس زندگیم، کسی که عشقمه، بهش نارو بزنم؟ تینا باید تو چیزی به من نگفتی سیاوش. ولی تینا، به جون تو هرچی بوده من گفتم. پس که میخوای بیای خواستگاری من؟ با من خسته شدم از بس دیگه غیر مستقیم به تو حالی کردم. دختر تو دیوونه شدی، من میگم از تو کلاه برداری کردم. تمش کن دیگه، تو میگه از من خواستگاری کن. من دوست دارم، عاشقت شدم، چه نمیفهمی؟ خب منم عاشقتم، ولی من آدم درست حسابی نیستم. این دیگه تشخیصش با منه. من نمیتونم، نمیتونم با سرنوشت تو بازی کنم. میگم ننه تو اینجا چیکار میکنی؟ الهی ننت بمیره، این همه حرفا رو دلت مونده بود ننه. میگم ننه تو اینجا چیکار میکنی؟ ننه، دختری که عاشقته، خب ازش خواستگاری کن، تو که با این مشکلی نداری. ای خدا، اینجا چه خبره؟ بیا من بهت بگم چه خبره. بی اینجا، من همه حرفای تو رو شنیدم. تو اونقدر مرد هستی، قبل از اینکه من بیامش تو اومدی همه چیز رو با صداقت گفتی. از تو خبر داشتیم؟ هم همون بار اول که دیدم خبر داشتم. من 50 سال کارخونه دارم، با اکثر کشورهای بزرگ جهان بده بستون دارم، یه استعلام کردم، همه چیز به دست اومد. امروز اطلاع حاصل کردم که سهراب گفته غلط کردم. من آخه امروز اون چکو گرفتم از پرویز. خب من دیدم خیرش بیشتر از شرشه، یه همچین آدمی برای خانواده ما لازم. پدر جان، من آدم درستی نیستم، من به درد شما نمیخورم. زیاد خود سخت نگیر، اذیت نکن، ما مثل تو هستیم. خدا خوب بلده در پنجره به هم دیگه جفت بکنه. ولی من اون چکو شما رو بهتون برمیگردم. ما شیربه های مادرت. شیربه های مادرم؟ یعنی چی؟ تینا به توضیح میده. تینا؟ تینا، تو چی رو باید به من میگفتی؟ من مثل بقیه از تو نمیترسم. فکر کردی واسه چیچه که 2 میلیاردیو به تو داده؟ واسه اینکه عاشق مامی شده، تازه از مامی خواستگاری هم کرده، مامی هم جواب مثبت داده. من اینا چی میگم؟ سر من داد نزن، تو هنوز بچه منی. من آدم نیستم، من نباید زندگی کنم.
عمر و جوونیمو تو خونه های مردم با کار کردن گذروندم. همیشه تنها بودم، بی هم زبون بودم. مگه سهم من تو زندگی فقط بدبختیه؟ تو فکر میکنی همینطوری اینجوری شدی؟ به این سن و سال رسیدی؟ عمر و جوونیمو به پات گذاشتم، پس وردازم میگیری میری دنبال زندگی؟ من از تنهایی بپوسم؟ خب منم میخوام زندگی کنم، مثل تو عاشق بشم، خوشبخت بشم. فرق بین من و تو چیه؟ هیچی رنه، هیچی. فقط اینو بدون من اون پرویز رو میکشم، پرویز رو میکشم رنه، میکشمش. چرا دنیا منو میخوای تک و تنها؟ همش هم گریه بارون شدم هم سایه ابرا. دلم غمگین غمگین از غروبای غم انگیزه. چرا باید بشم خیره به عشقایی که میریزه؟ بگو بگو که آره هر شب یه روزی داره، اون که منو برده از یاد پر میگرده. پیر میشه این دل، بذار برگرده پیشم مثل موجی به ساحل. دستای شبای سرد تنهایی، چرا رحمی تو قلبت نیست؟ آخه دنیا چه دنیایی؟ چرا هیشکی نمیدونه چه بغضی توی شبهامه؟ چه زخمایی از دنیا رفیق قلب تنهامه؟ بگو بگو که آره هر شب یه روزی داره، اون که منو برده از یاد هر میگرده دوباره. میدونی دنیا داره پیر میشه این دل، بذار برگرده پیشم مثل موجی به ساحل. بگو بگو که آره هر شب یه روزی داره، اون که منو برده از جا برمیگرده. ننه نوکرتم. الهی قربونت بدم، میدونستم سیاوشتو تنها نمیذاری. خب معلومه ننه، من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. الهی قربون و قد بالات بدم. علی نوکرتم. الهی قربونت بدم ننه. ننه یه دقیقه شما برو تو، من الان میام. برو تو. میگم گلی جان. گلی خانوم تو که شما که از دست من شکایت نکردی. من قول میدم خودم خسارت ماشین تو بهت بدم، اگر ندادم خودم عقدت میکنم. لازم نکرده، نمیخواد دیگه به خودت زحمت بدی. آقا گلی جان با من ازدواج کردم، گفتم که یه جورایی هواتو دارم. بس مبارکه. ممنون. تو چرا اینجوری شدی؟ والا یه ده روزی از خانم لطف کردن، ما رو اعزام کردن سربازی. اگر من میدونستم که اینقدر دردسر داره زن گرفتن، ببخشید غلط میکردم زن بگیرم. عیبی نداره، دو سال میری سربازی از دستش راحت میشه، خیالت راحت. مینا جان پول و موبایل شما تو خونه است، الان میرم براتون میارم. دیگه قابلی نداره. من از شما تشکر میکنم. سیاوش، ننه سیاوش، با اجازهتون من الان برمیگردم.
اینا چیه ننه؟ پسرم این مردک اینجا چیکار میکنه؟ بذار ببوسم. من تو رو میکشم. چرا؟ من تو رو میکشم. چرا؟ من اگه بخوای پرویز رو بکشی بعد در اون جنازه من بچی. اون الان شوهر منه. ما دیروز صبح عقد کردیم. تو شما چی کار کردی؟ عقد کردیم. من تو رو می اینا به خاطر ما اومدن دیگه عزیزم، ما میرم سر خود زندگی. آخه دختر یه خلوچل، تو فکر کردی من با تو ازدواج میکنم؟ جلاباری غلط میکنه من ازدواج کنی. بله حالا اگر به من بگی منو بگیری بیا بگی پیشی آروم باش، بذارید من برم. پسر این دلش با آقا بگیم. ببین من به خاطر مادر من تو رو میکنم. اینا رو خریدم. بخورید دیگه بخورید. یا آخه به زور که نمیتونیم وادارش کنیم ازدواج کنیم. بلش کن بر. آقا بخون، من ننشم میگم بخون. بخون آقا بخون. مرد همه تو رو میکشم. بخون دیگه آقا بخون. کلکو بکن بابا بخون. حضرت کشتی میگیره ها؟ با تو کار نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. دو چیز تینا عارف، آیا من اجازه میدهید شما را به عقد و ازدواج دائم آقای سیاوش نجفی درآورم؟ آقای سیاوش نجفی، آیا شما حاضرید به عقد دائم خانم تینا عارف در بیایید؟ نه خیر. سیاوش به روح بابات، اگه نگی بله از ارث محرومت میکنم. من الان صاحب ملک و املاک زیادی اما. یه بار دیگه بخون آقا، یه بار دیگه. برای بار دوم، آقای سیاوش نجفی، آیا حاضرید دوشیزه تینا عارف را به عقد خود درآورید؟ نه خیر، مگه منو بکشید؟ ای بابا. آقا سیاوش بله رو بگو به نفع خودته، وگرنه تینا دست بردار نیست. من تو رو میکشم. نمیگی؟ آقا یه بار دیگه بخون. برای بار سوم، آقای سیاوش نجفی، آیا شما حاضرید خانم تینا عارف رو به عقد و ازدواج خودتون در بیارید؟ تو اگه راضی نیستی من با پرویز زندگی کنم، از پرویز گنده تراشم ازش میگذرم. مادر راضی نیستی طلاقم بگیرم؟ اگه راضی نیستی بگو بله. بگو بلند بلند بله. مبارک انشاءالله. مبارک باشه. آقا تبریک. خودت فقط همون سال اول هستی. ممنون. دیگه بالاخره یه خب نوبتی هم باشه، نوبت منه. به جفتتون تبریک میگم. میبینی تینا؟ بالاخره جفتمون ازدواج کردیم. دیروز من، امروز تو. یه عروسی بگیرم تینا، برای تینا یه عروسی بگیرم که همچین آدم ها وارد میشن تو مهمونی کفشون ببره. تبریک بارین. سلام علیکم. سلام علیکم جماعه. شاکر سهراب جان، قربونت برم. سلامتی تو جفتتونم رد کردم. دده ببخشید معرفی نکردی؟ این خانم کیه؟ ایشون؟ همه یه زندگی منه. همین امروز صبح باش ازدواج کردم. چطوری؟ چطوری؟ مدتا بود باش آشنا بودم. از کارخانه دارهای بزرگ تهران هستند. منتها خیلی مایل بودن که تنها زندگی بکنم. منم فشار آوردم که شما ازدواج بکنید. به افتخار تازه عروس تازه داماد یک کف مرتب. خانم خیلی خیلی تبریک میگم. ایشالله پای هم دیگه پیر بشید. ببخشید این کارخونه خانم کجا هست؟ اگه خواسته باشه نشونتون میدم. آخه پسر ای خوب، هیچ آدم عاقلی چک 2 میلیاردی رو پاره میکنه. چرا؟ پدر جان من دیگه به این پولا احتیاجی ندارم. عجب، این کادوی عروسی توه. از حالا به بعد تینا به این پولا نیاز داره. تو خیلی خرج داری، خیلی خرج داری. بله ما بزرگ نیست، عاشقم بوده خیلی زیاده. خلاص نمیدونین چقدر طول کشید ما به هم رسیدیم. بعد عقلش نرسید داغه. میشه من ببینم اینو؟ نه نه خودم بزن نگاهش کنم. صفرش رو نگاه کنم.
شما به سلامتی. فردا سه عروس سه داماد خوشبخت میرن ماه عسل. آقا جون این پولا خورده خوردهش نداری ما بدی. هورا امشب چه شبی شب مراد است. امشب چه شبی شب مراد است. امشب این خونه پر است شمع و چراغ است. امشب بادا بادا مبارک بادا ایشالله مبارک بادا 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 مبارک بادا ایشالله مبارک بادا.